سلام علیکم، صبحتون بخیر باشه. از خواب بیدار شدم. خب معلومه که بیدار شدم دیگه این گفتن نداره که توی وایس. حالا به هر حال باشم صفحات صبحگاهیمو بنویسم که اولین کار روز باید همین باشه که مغزم و کلم و خالی کنم رو کاغذ، بلکه از اون استراب و تنش روزم کم بشه. حالا از جام بلند شم که به نظرم سخت در این کار دنیا از خواب بلند شدن و از تخت کنده شدن. اما هوا رو ببین ره، تو این هوا ابرای گله گله خیلی با منظر چیتانن. تختم مرتب کنم که نظرم عبسترین کار دنیا تخت مرتب کردنه. صبح مرتب کن، شب به هم بریز، دوباره صبح مرتب کن، شب به هم بریز. اما واقعا تو تخت مرتب نکن آدم، انگار که تخت آدم همش چشمک میزنه که بیا این تو بخواب. باشم یه موزیک بذارم روزم شروع بشه، اخلاقم سر جاش بیاد. دوش اول صبح تا نگیرم با یه من اصلم نمیشه منو خورد. اصلا این دوشه اون اخلاق سگی آدمو میشوره و میبره تو چاه و آدم قشنگ یکم سر حال میشه. آها ببین خنده اومد به لبم. مسواکینامو بزنم. با چه روخی هم مسواک میزنم، چون انقدر جدیه این بازی کن. ولی یه ذره به خودش برسه، موهاشو درست کنه، یه ذره کرم مرم به خودش بزنه، یه ذره چیتام پیتام بکنه، بلکه اخلاق سر صبحش سر جاش بیاد. به یه من اصل دیگه احتیاج نداشته باشیم، بشه باهاش معاشرت کرد. آها حالا یه ذره کرم میزنه، یه ذره صورتش باز میشه، پوستش بشاش میشه، ذره کرمم به تنم بزنم. بعد آفتاب سوختگی تابستون کرمو باید هر روز بزنم وگرنه پوستم به فناست. کرم دور چشم، مام زیر بغل. حالا انگار من نگم نمیدونی که دارم چیکار میکنم. خب معلومه دیگه، گفتن نداره دختر که. نه یعنی گیر بدین که چرا کانسل رو با دست میزنی و من دوست دارم با دست بزنم. احساس میکنم اون پلاستیکا و ابرا که میزنم یه چیز پلاستیکی به چشم حال نمیکنم، ولی با فشار دستم و پوستم و بیشتر دوست دارم دیگه. حالا نه یعنی بگین که واو چرا این کار رو میکنی. آها یه ذره رنگ و لعاب و چیتان و پیتان آرایش کرد و حالا میشه با یه من اثر خورد. البته باید صبحونم بخوره قبلش که یه ذره دیگه اخلاقش بیاد سر جای جا و دیگه روزش شروع بشه. صبح یکی از کارهایی که اول میکنم که قاعدتا صبحونه خوردنه، مثل همه آدم های دنیا خیلی کار خاصی نیستش، ولی صبحونه رو سعی میکنم که حتما بخورم. خیلی صبحونه فیوریت و مورد علاقه من نیست، خیلی وعده دوست داشتنی برام نیست، اینجوری بعضی عاشق صبحونه ولی برای من اونجوری نیست. ولی اینو حتما برای خودم مقید کردم خودمو که حتما صبحونه بخورم. یه چیز راحت هم میخورم که تنبلی من میاد برای درست کردنش. مثلا یا یه نیمرو درست میکنم که خیلی راحته، یا مثلا نون و نوتلا، نون و کره. نون و کره به نظرم خیلی خوشمزه است و یکی از چیزایی که به نظرم در حقش اجحاف شده و خیلی بهش توجه نمیکنم. برای مثلا نون و کره خیلی هم عصرونه خیلی جذابیه، مثلا وقتی عصرام که گشنه هستم نون و کره خیلی عصرونه جذابیه واسم. نون و کره خیلی میخورم و ایمیل ها مثلا صبح چک میکنم، یا ممکنه مثلا بشینم یکی دوتا ویدیو یوتیوب ببینم در حین اینکه دارم صبحونه هم میخورم، یا در حد مثلا یه روب اینطوری وقت میذارم برای خودم. اول صبح هم اینجور شروع میکنم و بعد میرم که روتین روزم بنویسم و کارم انجام بدم.
حتما صبح چک میکنم، چون که عموما اول صبح سر ایمیل ها میاد و چک کردنشون لازمه، بهتره که چک بشه اول صبح که بدونم وقتی میخوام برنامه روزم بنویسم بدونم که چه کاری باید انجام بدم. مثلا الان مثلا یه ایمیل دارم از طرف کریر کوچمون که به اون مثلا گفته که پلن تابستونتون رو بریزیم و برای تابستون چی کار بکنیم. مثلا من اینو دارم که خب یکی از کارهایی که باید انجام بدم. و اینکه یه اپلیکیشن، یکی از اپلیکیشن هایی که براشون اپلای کرده بودم بهم یه تسک داده، یه کاری که باید انجام بدم براشون. تسک نیست البته، از این تستایی که مثلا برای جنرال، برای اینکه بخواین اطلاعات کلی ازت بگیرن اون تسک باید انجام بدم. یه نامه ریجکتی اومده که Many thanks for your interest. After carefully reviewing your application, we have decided not to continue with the next step at this moment of time. باز این که نامه ریجکت میاد بهتر از اینه که هیچ جوابی نمیدن و حس میکنی که وقتی اپلای میکنی در یک چاه بی پایانی اپلیکیشناتو میفرستی. و بعد از اینکه ایمیلمو چک کردم، پینترست چک کردنم خیلی دوست دارم. یعنی اول صبح مثلا یه 2 دقیقه مثلا پینترست رو نگاه میکنم، با مزه است دیگه. این یه دنیای باحالیه که مثلا کم ایده میده اگر مثلا، و چون عموما هم رو چیزایی که خودت سرچ کردی و دنبالش بودی و یا مثلا لیستی که درست کردی بهت ساجستشن میده، چیزایی که بهت نشون میدم دقیقا هم چیزایی که تو ذهنت داره میگذره دیگه. مثلا من الان بهم یه تتو بهتون نشون میدم، یه تتو به نشون دادش که خیلی بامزه است. تتو نوشته که بوشیدو این ژاپن، یعنی تتویی که داره در مورد فلسفه سامورایی تو ژاپنه. نوشته که بوشیدو به معنی the way of the warrior، یعنی راه جنگجو بودنه، که یه کدیه برای سامورایی ها که اتیتود، روی کرد و رفتار و لایف استایل و تفکر ذهنی سامورایی بودنه که بین سالهای 1603 تا 1868 این شکل گرفته. جالبه، خوشم اومد. حالا اگر یه روزی خواستم در مورد جنگجو بودن، با فلسفه جنگجو بودن، یه روزی یه تتو بزنم، شاید اینو بزنم. من یه تتو اینجا دارم که دستخط خودمه و روش نوشته که دائما یکسان نباشد حال دوران و همین، و غم مخورش هم نداره، چون یه وقته به نظرم غم بخور یه وقته غم نخور. این نیمیشه گفت موتو زندگی منه. یه تتو دیگه هم دارم که الان نمیتونم نشون بدم، اونم یه موج دریاه که اون تتو یادمه که روز تولد 30 سالگیم زدم. بریم که من روزم رو شروع کنم. روتین صبح منه که بعدش هم سعی می‌کنم یه لباس خونه نباشه دیگه، لباسی که یکم لباس بیرون از خونه و من لباس تو خونه ای در واقع به اصطلاح نباشه، یه لباس یکم لباس کار باشه که روز برام جدی‌تر باشه، تو خونه کار کردن جدی‌تر باشه. وقتی که تو خونه کار می‌کنی و بیرون نمیری، گاهی اون فضای خونه، فضای خونه بودنه خیلی تاثیر می‌ذاره و باعث میشه که ما خیلی جدی کار نکنیم یا خیلی فوکس کار نکنیم یا خیلی یکم شل باشیم و خیلی جدی نباشیم. ولی به نظرم باید هر عاملی که باعث میشه که آدم یه وقتی شل بکنه، صفر کار نکنه یا مثلا جدی کار نکنه، باید همه اون عاملا رو بیایم در نظر بگیریم و از بین ببریمش. مثلا همونجوری از تخت آدم پا نشه بشینه پای کامپیوتر کار بکنه، یه چای و قهوه معمولی کنارش بذاره و شروع بکنه به کار کردن. خیلی من خیلی تاثیرگذاره، یعنی این کارهای کوچیک که انجام میدم خیلی تاثیرگذار بوده. اینکه صبح پاشم حتما موامو درست بکنم یا آرایش کوچولویی انجام بدم، بعد یه لباسی بپوشم که جدا از لباس تو خونه باشه، این یکم به هم این جدی بودن رو میده و اینکه آدم بتونه برای خودش این دیسیپلین رو به وجود بیاره. دیسیپلین، دقیقا همه این کارها که دارم میگم واسه اینه که دیسیپلین داشته باشیم. دیسیپلین با اون روتین یکم فرق داره. دیسیپلین یعنی اینکه برای خودت یک چارچوبی تعریف بکنی و طبق اون بری جلو و یک
جستشو درست بکنی و بتونی ددیکیت کارت انجام، یعنی کاملا وقف بکنی خودتو برای کار و اون هدفی که داری رو درست ببری جلو. مثلا الان برای من دو تا کار خیلی مهمی در طول روز انجام میدم، یکی این که در واقع سه تا کار خیلی مهمی انجام میدم، یکی این که اپلای بکنم، من به طور مستمر باید هر روز اپلای بکنم و یه تایمی رو میذارم که اپلای بکنم و مثلا گفتم که این گول رو برای خودم گذاشتم که در روز 5 تا کار رو اپلای بکنم، این 5 تا کار رو باید در روز اپلای بکنم و یکی از هدفامه. و دومی این که درسایی که خوندم، کورسی که گذروندم و مرور بکنم که خب یادم نره، تمرین بکنم، حتی تمرینای بیشتر برم سرچ بکنم، چیزای بیشتری یاد بگیرم که این برام مرور بشه و همیشه تکرار بشه. و بعدی هم یوتیوبمه و برای اینکه بخوام کانال یوتیوبمو با توجه به اینکه یه وقفه‌ای داشتم و یه مدتی کار نکردم و یه افت شدیدی داشته و بخوام دوباره بیارمش بالا و حالا بهترش بکنم، دیسیپلینم خیلی مهمه. من به این دیسیپلین قبلا رسیده بودم، بعد یه مدت که اتفاقا افتاد و کلا کسی کار نمیکرد و منم خب طبق روال خیلی دل دماغ کار کردن نداشتم، بعد اونم من کار نکردم، بعد دیگه کلا اصلا حسش خیلی نیومد و کلا یکم تغییرات تو زندگیم به وجود اومدش و الان دوباره باید اون دیسیپلینه رو برای خودم بسازم و بره بالا. یعنی این روتینی که میسازیم در راستای اینکه دیسیپلین داشته باشیم خیلی مهمه، چون که اون وقته که میتونیم بگیم که اوکی داریم به سمت هدف حرکت میکنیم و اون تغییر روز به روز، بهبود روز به روزمون رو میبینیم. یعنی اگر که هر روز یه کاری رو مرتب انجام بدی، میتونی بعد یک ماه اون تغییر و اثرگذاریش رو ببینی، ولی اگه که بخوای خیلی دیسیپلین نداشته باشی، یه روز خیلی کار بکنی، یه روز کم کار بکنی، یه روز مثلا شلشلی کار بکنی، اون تغییر آخری رو نمی‌بینی. ولی اگه بتونی یه ریتم مداوم و همیشگی داشته باشی، به قول فکر کنم سعدی که میگه رهروان است که آهسته و پیوسته رود، نگهی تند و گهی خسته رود. اینجا بنظرم خیلی مهمه که این دیسیپلین رو داشته باشیم، یه الگوی برای خودمون بسازیم و آهسته و پیوسته طی بکنیم و به هدفمون برسیم. امیدوارم که این ویدیو رو هم دوست داشته باشین. اگه شما هم تجربه‌ای دارین، چالشی داشتین یا هر چیزی که راجع به حالا دیسیپلین ساختن توی زندگی بوده یا روتین به وجود آوردن یا هر چیزی مدلی که بوده، برام بنویسین توی کامنت، با هم دیگه صحبت بکنیم. مرسی که این ویدیو رو دیدین. تا ویدیو بعد، خدافظ.